سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران از طریق واتساپ با ما همراه هستند. آقای جوادی سلام و عرض ادب. سلام علیکم، عرض ادب دارم و روزتون بخیر باشه. جناب آقای جوادی، گزارش رو با هم دیدیم. به نظر شما پس از حمله آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی ها، حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ ادامه خواهد داشت؟ عرض به خدمتون، با عدم توجه به زمینه این حمله، با توجه به اینکه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن هم در این حمله ها باید مورد توجه باشه، به نظرم حملات اگر کاهش پیدا نکنه باعث ادامه حمله حوثی ها هم خواهد شد. ببینید، این حملات باعث نوعی همراهی عربی که با انصار الله صورت گرفته، برخی از مخالفین رو هم همراه کرده، وزن انصار الله رو از محلی به منطقه‌ای افزایش پیدا کرده و باعث شده که به هر حال انصار الله حضور مثمر ثمرتری رو داشته باشه. از موضع نوام که حمله انصار الله به کشتی گلکسی لیدر صورت گرفت، عملا با حضور در دریای سرخ وارد جنگ غزه شد. حدود 30 حمله ای که داشتن به کشتی های وابسته به اسرائیلی تونسته که اهمیت انصار الله رو در این حرکت نمایان کنه و میدونید که بندر ایلات اسرائیل هم تقریبا نیمه تعطیله و به نظرم حملات رو باید ادامه دارتر خوند اگر حمله به یمن کاهش پیدا نکنه. بله، در صورت تداوم حملات حوثی ها به کشتی های تجاری و تداوم حملات آمریکا و انگلیس، چه چشم اندازی برای آینده منطقه و کشورهای داخل این مجموعه پیش بینی میکنید؟ بفرمایید. به نظرم منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس بیشک متاثر از این درگیری ها و جنگ خواهد شد. احتمال کشیده شدن جنگ به سایر کشورها و در حقیقت تهدید جریان انرژی علاوه بر کشورهای داخل مجموعه ممکنه صورت بگیره و اگر به صورت محدود این حملات انجام بشه و ادامه دار نباشه، شاید بشه آینده دیگری رو متصور شد. اما منطقه حساس معمولا و عملا نشون داده شده که اگر توجهی نشه بهش، احتمال درگیری گسترده تر رو هم حتما خواهد داشت. بله آقای جوادی، آیا احتمال ورود ایران به نزاع منطقه‌ای وجود داره؟ با توجه به این روند حمله آمریکا و انگلیس، احتمال ورود ایران رو دور از ذهن نباید دونست، با توجه به اینکه مردم بیگناه یمن هم در این حملات دچار آسیب ها میشن. من فقط یه یادآوری رو خدمت شما بکنم. حدود 7 دهه پیش رو یادآوری میکنم که فرانسه و انگلیس در سال 1956 یه ائتلافی رو بر علیه مرحوم جمال عبدالناصر انجام دادند که این ائتلاف شکست خورده که آمریکا هم مخالفش بود. شاید این رو در ذهن ما تداعی بکنه که احتمال یه همچین شکستی هم در این حمله اخیر وجود داره و متاسفانه آمریکا هم همراهیش رو انجام داده. در مجموع شاید بتونم بگم دستاورد برای منطقه و کشورهای دیگه شاید هیاهو برای هیچ باشه، اما خواست قدرت‌های دیگر رو باید دید که به چه صورت هست. با توجه به اینکه خب به هر حال در جریان غزه کوتاه کردن دست چین غزه، دستیابی به منابع نفت و گاز غزه هم مطرح بود، باید ببینیم که در منطقه دنباله چه موضوعی هستند و امیدواریم که با خویشتنداری و به هر حال مذاکرات مثمر ثمری که ممکنه داشته باشن با طرفهای درگیر و احترام به حق حاکمیت کشورها بتونن از درگیری گسترده تر جلوگیری کنن.
بله سپاسگزارم از شما. بله تشکر میکنم. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ما همراه بودند.